سلام افغانستان، سلام مردم قهرمان و سربلند افغانستان. آرزو میکنم در هر کجای دنیا که هستین جور صحت سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین و یک سلام خاص خدمت اجزایی که در دیار غربت و دور از وطن ما را مشاهده میکنن. یوتیوب ما را همیشه سابسکرایب بکنین، بیننده ما باشین. خوش آمدین به برنامه رو در رو. امشب هم دو خانواده اشتراک کردن، میخواین برنده 500,000 افغانی شوند. تشویق کنین خانواده شیرزاده. خلیل جان سلام. سلام علیکم. خوش آمدید. خوش باشین. سلام علیکم. احمد خلیل شیرزاد هستم. سرتیم گروه شیرزاد. همکارانم هستن بچه کاکایم جمال شیر جان و همچنان احمد صدام جان برادرم. تشویق کنه خانه شیرزاد. خوش آمدید. و خانواده رحمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. مجبه احمد رحمانی است، خانواده رحمانی، پسر کاکای ما خانزاده، برادرم فضل رحمان. خوش آمدید. خانواده رحمانی رو تشکر کنیم. سوال اول برنامه رو شروع میکنیم با دو تا سرتیم، رحمان جان و خلیل جان. یک تشویق جانانه و مستانه. سوال رو که شما میپرسیم حتما این ساعت نفر سروی تانسته اف جواب و دست بیاره. آماده هستین؟ سایتان قفل است؟ چهره سیاسی را نام ببرید که فعلا در کشور حضور ندارد. محقق. محقق؟ بله، بلندترین امتیاز هنوز باقی است. چهره سیاسی را نام ببرید که فعلا در افغانستان حضور ندارد. اشرف غنی. اشرف غنی. اشرف غنی. در خانواده بیمینید. واگذار میکنیم یا میریم؟ واگذار کردن. نکردیم. نکردن. جوان شیر. چهره سیاسی نام بر که فعلا در کشور حضور ندارد. امام الله صالح. صالح. چهره سیاسی نام بر فعلا در کشور حضور ندارد. عطا محمد نور. بلندتر. عطا محمد نور. نور. چهره سیاسی نام بر که فعلا در کشور حضور ندارد. ضیا مسعود. ضیا مسعود. شما مشوره داشته باشین چهره سیاسی نام بر که فعلا در افغانستان حضور نداره. جان کریم خلیلی. بشه اقبال کریم خلیلی. بله او تو خوزیات از نام خدا کسایی که در افغانستان نه سیاسی خویی فقط هفت جواب داره. میرم طرف خانواده رحمانی. چهره سیاسی نام بر که فعلا در افغانستان حضور ندارد. فضل مارشال دوستم. آخوندزاده مارشال دوستم. رحمان باردون موفق است. مارشال دوستم. عبدالرشید دوستان. جوابی که باقی مانده با هم یک جامعه خانیم. چهارمش کدام است؟ رحمانی. آفرین. میر رحمان رحمانی. سوم فضل محمود فضلی. دوم حمدالله محب. تشویق کنین خانواده رحمانی را. تانوز برنده برنامه هستین و امتیازهای شما از 52. به امید موفقیت شما سوال دوم از نفرهای دوم میپرسیم. آخوندزاده صاحب تشریف میاره همراه جوان شیر. سوال که شما میپرسیم از بین ساعت نفر سروی تانسته 6 جواب به دست بیاره. یکی از ویتامین های را نام ببرید که بدن انسان بیشتر ضرورت دارد. ویتامین سی. ویتامین سی. ویتامین سی. طرف خانواده نگاه کن. میری یا واگذار میکنی؟ میری. رفتن. یک از ویتامین های را نام بر که بدن به آنها ضرورت بیشتر دارد. صدام. ویتامین بی. ویتامین بی. یک از ویتامین های را نام بر که بدن بیشتر به آن ضرورت دارد. ویتامین دی. ویتامین دی. بله. یک از ویتامین های نام که بدن بیشتر به آن ضرورت دارد. جان شیر. ویتامین ای. ویتامین ای مستی ها؟ ویتامین ای. یک از ویتامین های نام که بدن بیشتر به آن ضرورت دارد. صدام. ویتامین ای. ای. یکی از ویتامین ها نام بر که بدن بیشتر به آن ضرورت دارد. خلیل. ویتامین بی دوازده. ویتامین بی دوازده. بله. یکی از ویتامین ها نام بر که بدن به آن بیشتر ضرورت دارد. جان شیر. ویتامین بی دو. بی دو. ویتامین بی دو.
خیر بیدوش نمیدونم. شما مشوره داشته باشین. یکی از ویتامین ها نام که بدن به اون بیشتر ضرورت داشته باشد. صدام. ویتامین که. ویتامین که. بله امتیازهای خانواده شیرزاد شد. 100 امتیاز. دانش شما برنده هستین. و ما هم میریم دنبال یک وقفه. اما زود برمیم. بازم خوش آمدین برنامه رو در رو است. اگر شما میخواین قوی ترین و مزه‌دارترین طعم انرژی درینگ بچشین، مشوره من ای است به شما که از اکسبول انرژی درینگ استفاده کنین. اکسبول انرژی درینگ هم مزه داره و هم جایزه داره و هم قیمت مناسب داره. با تمام دوکاکین میتونین به آسودگی و سادگی پیدا کنین. و میرسیم به سوال سوم برنامه. نفر سوم برنامه را تشویق کنین. فضل جان سوال که شما میپرسون از این صد نفر سروی تانسته پنج جواب دست بیاره. آماده هستین؟ معمولا یک مامور دولت چند افغانی و و و و بگید؟ چرا میزنی؟ سوالش خلاص نشده. سوال من اول بخونم. معمولا یک مامور دولت چند افغانی ماش دارن؟ 12,000 افغانی. 12,000. این چطور بلند باقی؟ معمولا یک مامور دولت چند افغانی ماش دارد؟ 8,000. 8,000. 8,000. بلندترین امتیاز طرف خانواده. نگاه کنیم. واگذار کردم؟ نکردم. معمولا یک مامور دولت چند افغانی ماش دارد خیلی؟ 10,000. 10,000 افغانی. بله 10,000 افغانی. معمولا یک مامور دولت چند ماش دارد جان شیخ؟ 15,000 افغانی. 15,000 افغانی. چند ماش داشتی خودت؟ خودم 15,000 دارم. خب نم سر درد دلت دست تمام دیا؟ معمولا یک مامور دولت چند ماش داره؟ 11,000. ایران مندی؟ چند؟ 11,000. 11,000 افغانی. شما مشوره داشته باشین. معمولا یک مامور دولت چند افغانی ماش داره؟ 20,000 افغانی. بالا بردی دیگه. 20,000 افغانی. نخیر. معمولا یک مامور دولت چند هزار افغانی ماش داره فضل؟ 7,000. آخونزاده؟ 7,000. رحمان شما تصمیم بگیرید. بردی اجازه موافق هستم. چند؟ بردی اجازه موافق هستم 7,000. خب 7,000 بردیشان موافق است. 7,000. نخیر. امتیاز آمد به طرف خانواده فیلزاد. 222 امتیاز. جوابایی که باقی مانده با هم یک جا میخوانیم. چند هزار افغانی؟ آفرین آفرین. خوب زیاد بگو. 20,000. چند صفر میخوره 20,000؟ شماره 4. 5,000 افغانی. کدام ماموری بیچاره رو دیدی که 20,000؟ شماره 2. 6,000 افغانی. میرسیم به سوالی که سرنوشت شما را میسازه که به مرحله دوم را پیدا میکنین، یعنی به 500,000 افغانی کدام خانواده میتونه نزدیک شود. دو تا سرتیمه خوب تشویق کنیم. سوال که شما میپرسم از این صد نفر سروی تانسته سه جواب بدست بیاره. آماده هستین؟ بله. یکی از آسانترین مضامین دوران مکتب را نام بگیرید. رسم. چی؟ رسم. رسم. بله رسم بالاترین امتیاز مانده. یکی از آسانترین مضامین دوران مکتب را نام ببر. حسن خط. حسن خط؟ بله حسن خط. بخیر طرف خانواده میبینید مغزار میکنیم؟ نمیگیریم. بفرمایید. یکی از آسانترین مضامین دوران مکتب را نام ببر. اینجاده؟ حساب. حساب؟ حساب چقدر آسان است نه؟ ما به خاطر حساب چقدر میگرفتیم برازی آسان بوده. حساب. یکی از آسان ترین مضامین مکتب نام ببر فضل. علوم اجتماعی. علوم اجتماعی. شما مشوره داشته باشین. علوم اجتماعی در جمع آسان ها همه ببگت من. یکی از مضامین آسان دوران مکتب نام ببر. یک دو
سه چهار ریاضی ریاضی؟ ریاضی چه قاسان کل اگیش دیگه بیادر میبینیم که ریاضی هست نه خیر میرم برم خانواده شهرزاد یکی از مضامین آسان دوران مکتب نام ببر صدام کلمات مدنی جوان شهر سپورت خلیل سپورت 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 بله ببینیم امتیازشان چند میشه 402 امتیاز بریم به مرحله اول برنامه ما خانواده شهرزاد اینه تو جان جور و خیر بگوین بغل کشی کنین جوابی که باقی مانده با هم یک جا میخوانیم کدام مضمون است؟ کدام؟ تاریخ چی؟ تاریخ غرسای بشک چی گفتیم؟ تعذیب تعذیب به قسمت برنامه جا داره تشکر کنم از شرکت تجاریت خالد لمر شما میتونین که موبایل های مدل جدید شرکت خالد لمر موبایل های پرایم امی لحظه از تمام شهر و ولایت کابل و تمام افغانستان خریداری کنین با قیمت مناسب و همچنان سازگار با اقتصاد شما است موبایل های جدید پرایم امشب هم دوستید موبایل قشنگ و زیبا رو برای شما تحفه راهی کرده و همچنان 10000 افغانی از طرف برنامه تبریکتون میگم شما مشوره کنین که کیها با برنامه نهایی با ما بازی میکنه درست است؟ درست چطور پس رفتیم؟ من رو تو زدن است منسجم شدیم تشکر از اینکه حضور یافتیم و یک جهان سپاس از خانواده رحمانی که در برنامه امشب حضور یافتن اگر کدام پیام داشته باشی رحمان جان کمره در خدمت است یک پیام کوتاه دارم همین جهان ها من ها یک سرمایه بزرگ کشور هستن باید از این از رفتن مهاجرتشان یک وظیفه پیدا کنن که مصروف شان جای نرون آخونزاده یک پیام به هموطنان خود دارم تمام جوان ها رو به خارج نکنن بیان دست به دست هم بدیم وطن خدا آباد کنیم فاضل بسم الله الرحمن الرحیم ما یک پیام خاص برای تمام وطنهای عزیز خود دارم و یه است که افغانستان و تمام مردمی که در این مملکت زندگی میکنند در یک شرایط بسیار اساس تاریخ قرار دارند دیگه در یک شرایط باید همه مردم اتحاد اتفاق خود کوشش کنند حفظ بکنند بعضی از امو کارهای چیزهایی که باعث از این میشه که ما مردم از هم جدا میکنه و باره از ذهن و فکر خود دور بکنه. به شاعریم علاقه داری؟ به شاعری ولا علاقه داریم. خودم شعر یاد داری؟ خواهی میال یک شعر میخوند واسه مادر بخونم. بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز کلام رسم قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. آن بهشتی را که قرآن میکند توصیف آن صاحب قرآن بگفت زیر پای مادر است. نام خدا. دیگه زنده سلامت باشی. و یک پیام برای تمام جوانایی دارم که هیچ وقت ناامید نشن و تلاش بکنن هر چی میتونن تعلیم و تاثیر خود به واقع احسنش و از قبل که حال باید با انرژی بالاتر با فکر و مفکوری بالاتر باید ادامه بدن بخاطر که جامعه و این کشور با مفکوری هر چی بالاتر ضرورت داره دی شرایط کرونی دیگه و اگر چی با خودتان میگم که خسته نباشید به شما هم میگم بخاطر زنده باشید استقبال کنن خانواده رحمانی را پیام خوبی داشتن از شما کیها بازی میکنم با جوان شیر و خلیل بفرمایید تشویق کنید جوان شیر و خلیل جان جوان شیر و خلیل جان مصرف چه کار هستین در این روزا؟ من محصول تو بس هم سال آخر هست تقریبا دیگه همین یک قسم انقلاب که شد دیگه همه در کارش نا تمام مانده چطور تپ انتخاب کردین؟ چون پیسه داره زیاد؟ پیسه خو اکثر هم نداشته باشن دکترها اما از خانه زیاد تشویق شده بودیم چون در خانه ما خواهر مام دکتر است مام دکتر است و یک برادر خوردم دیگه خواستم یک کمپلکس بسازیم میگه من خواستم یک دکتر به مریض هستم نوکر از خاطر پیسای ششم ساله صاحب پنج موتر یا حتما از خاطر پیسای مریضا صاحب شش هفت موتر هستن چی تو ان شاء الله در جان مریضا خو نمیزنیم تا فعلا خو نه خیر یک دکتر گفتم چی پیام داری به مریضا گفت هر چی که میتونن بخورن منم فیس دکترا رو نخورم من گفتم شاید نه فیس برتون مهم باشه ما اقتصاد خواندیم به خاطر اقتصادی فکر میکنیم اقتصادی فکر میکنیم یعنی مریضا مگه فیس هم نتا شما... مشکل نیست که یک دو سه تا شما تو فیس از دیگه باز میکشه اینجا خاموتو نمیگی نه ایرا میو شما بتا پیسه را از طریق رسانه تون اعلان میکنیم اگر از دو تا رف فیس نگیرید در جان دیگه کس میذاریم از اون میگیریم پس جان زن برآمدن نه ساخت ما اتاق فرمان اما صدای ما رو نمیشنوین منتظر میمونیم به مرحله دوم کارتون میمیره پاسخ میدم این پاسخ به شما میره من پاسخ میدم جوان شهر جان میره چی زدن است چی کردن است حالا کدام تا میریم جوان شهر جان میرن خب جوان شهر جان بریم شکر خلی جان کانتکت هم هفتید امیدوار اسم خلی جان بتانم 500 هزار افغانی را با جوان شهر جان برنده شوه وقفی کتا داریم زود برمیگردیم
ادامه رو دارو است. بازم خوش آمدین و یک سلام خاص ویژه خدمت عزیزایی که تازه با ما پیوستند. خلیل جان قن، آرزو میکنم که 500 هزار افغانی امشب از برنامه برنده شوید. تشکر. من شما 5 سوال میپرسم. شما 20 ثانیه وقت دارید. بله. درست است؟ آماده هستی بخیر؟ انشالله. و همین لحظه دوستتم صدای ما رو نمیشنوه، در اتاق فرمان منتظر است که بخیر بعد از شما داخل استیج شوه و همکارای عزیز 20 ثانیه رو خلیل جان آماده کنید. عضوی از بدن رو نام ببرید که در ترکیب اسم آن حرف میم شامل باشد. معده. خزنده رو نام ببرید که از گژدم بزرگتر باشد. مار. ورزش رو نام ببرید که تیمی بازی میشود. فوتبال. چیزی رو نام ببرید که مردم افغانستان از آن رنج میبرد. بدبختی نامنی. یکی از مناطق کابل رو نام ببرید که دواخانه های بیشتر در آنجا هست. هتل پروان. تشویق کنین خلیل جان. خلیل جان. ما شما 5 سوال پرسیدم، در مدت 20 ثانیه شما 5 پاسخ بر من ارائه کردین. سوال اول بود، عضو از بدن را نام ببرید که در ترکیب اسم آن حرف میم شامل باشد. شما جواب دادین معده. معده چند امتیاز داره؟ 27. عالی بود. سوال دوم، شما پرسیدم خزنده ای را نام ببرید که از گژدم بزرگتر باشد. مار. ما را می‌بینیم که چند امتیاز داره؟ 11. سوال سوم، شما پرسیدم ورزش را نام ببرید که تیمی بازی میشه. شما گفتین فوتبال. فوتبال چند امتیاز داره؟ 24. 62 امتیاز تا آنها از آن خود کردیم. آفرین. سوال سوم، شما پرسیدم چیزی را نام ببرید که مردم افغانستان از آن زیاد رنج میبرد. شما گفتین بدبختی. بدبختی چند امتیاز داره؟ آیا مثل خودش بدبخت است؟ نه. 71 امتیاز مجموعه. و سوال پنجم، شما پرسیدم یکی از مناطق کابل رو نام ببرید که دواخانه های بیشتر در آنجا باشد. شما گفتین هتل پروان. 0. من منطقیش پرسان کرده بودم. خب شما هتل گفتین، خب خیر است. مجموع امتیاز شما 71 شد. بازم عالی بازی کردین. تشکر. دیگه تشکر از اینکه اشتراک کردین. سلام داشته باشین خلیل جان. کاملا اختیار شماست. پیام من و تمام قشر جوان همین است که هیچ گاه میفهمم که تحولات بسیار که ما شما تا منتظرش نبودم غیر منتظره آمد در کشور ما. همه ما شما نباید ناامید باشیم. بزرگان گفته همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. از قامت بلند کجا رسیده؟ از قامت بلند به خاطر پاکاری مرمون جای بالا آشپزخانه. عالی بود. نام خدا خلیل جان. تشویق کردین برید. به افتخار دوست خلیل تشویق کنین. خلیل جان از کدام بار رفتید؟ آماده سن وقتی من شما پنج سوال میپرسم. پنج پاسخ بدون تکرار برای ما بتین. اگر کدام پاسخ شما تکرار بود این صدا را میشنوید. درست است؟ اگر کدام سوال جواب را نفهمیدین بگو بگذارید آخر وقت من شما دوباره پرسان میکنم. باش. درست است؟ آماده استی بخیر؟ بله. شما 25 ثانیه وقت دارین همکارای عزیز. 25 ثانیه برای جوان شیر آماده بسازین. عضو از بدن رو نام ببرید که در ترکیب اسم آن حرف میم شامل باشد. مغز. خزنده ای را نام ببرید که از گژدم بزرگتر باشد. مار. ورزش رو نام ببرید از گژدم بزرگتر باشد. چلپایه. ورزش رو نام ببرید که تیمی بازی میشود. فوتبال. والیبال. چیزی رو نام ببرید که مردم افغانستان از آن بیشتر رنج میبرد. از جنگ. وقتتان پره شد. متاسفانه. خب بر صورت بفرمایید. خوب بازی کردیم. سوال اول بود، عضوی از بدن رو نام ببرید که در ترکیب اسم آن حرف میم شامل باشد. مغز. 25. بلندترین امتیازش هم میده داشت. سوال دوم، شما پرسیدم خزنده ای را نام ببرید که از گژدم بزرگتر باشد. شما جواب دادین، فکر میکنم تکرار جواب دادین، واسپسان گفتین 40 پا. ببینیم چند امتیاز داشته 40 پا. 0. بلندترینش 40 پاسه بود. سوال سوم، شما پرسیدم ورزش را نام ببرید که تیمی بازی میشه. شما باز هم تکرار گفتین، اما بازم صدا رو شنیدین، یک جواب گفتین والیبال. ببینیم والیبال چند امتیاز و چند اسکور رو بر شما داده. 22. بلندترینشان فوتبال بود. و سوال سوم، شما پرسان کردم چیزی را نام ببرید که مردم افغانستان از آن رنج زیاد میبرد. شما جواب دادین جنگ.
26 144 بلندترین شام همین جنگ بود. سوال پنجم از شما پرسیدم یکی از مناطق کابل را نام ببرید که دواخانه های بیشتر در آنجا باشد، اما متاسفانه وقت نبود. ببینیم که شما امتیاز داده یا نه. میشه که امروز شما دوستی کرده باشه؟ قدرم کار دوست دیگه. سفر بلندترینش دیوانان یا سر زیرزمینی بود که دواخانه های بسیار است. 144 امتیاز برای شما آمد. تبریکتان باشه. امیدوارم که شانس خوب داشته باشین در آینده. شانسای خوب نصیبتان باشه. سلامت باشین. بخیر باشین. جان شهر کدام پیام اگه داشته باشی؟ پیام خاص دارم، فقط یگانه پیام که دارم علت بدبختی ما فقط تعصب است. آدم آدم پریزی است. فقط تعصب است. باید بگیم کل ما یک برادر هستیم. بس. به شک. والیبال کردید؟ والیبال را هم شد فوتبال را. زود انتخاب میشونیم. زود انتخاب میشونیم. والیا. موفق باشی جمع شیر. تشکر از اینکه تشریف آوردین. سلامت. یک جان تشکر از حامیان برنامه که همیشه ما را حمایت مالی میکنه، شرکت تجارتی خالد لمر و همچنان اکسبول انرژی درینگ. اکسبول هم مزه داره، هم جایزه داره. و تشکر میکنم از شما عزیزایی که دایندم با ما بودین. شما هم اگه میخواین به استیج بزرگ رو در اشتراک کنین، همین لحظه برین و 456 تماس گرفته کلید 622 رو فشار بدین. بعد از بیپ نام خود و اعضای خانواده تان را رجستر بکنین و همکارای ما حتما بر شما تماس میگیره و بیاین 500,000 افغانی را از استیج بزرگ رو در رو برنده شوین. این بود رو در روی امشب که خدمت شما تقدیم شد. تا رو در روی دیگر، الله نگهدار. کامیاب و سرفراز باشین. خداحافظ.